تصویب طرح افزایش سقف بدهی‌ها در ایالات متحده توسط کنگره این کشور، ارزش سهام در بازار بورس شرق آسیا را در دومین روز متوالی با کاهش مواجه کرد. شاخص سهام نیکی، مهمترین شاخص بازار بورس توکیو، با کاهش 1.5% مواجه بود. در هنگ کنگ نیز شاخص هانگ سنگ ارزان‌تر از دیروز معامله شد. از سوی دیگر روز سه‌شنبه در ایالات متحده و در بازار بورس نیویورک، تصویب طرح افزایش سقف بدهی‌ها دو شاخص داو جونز و نزدک را با کاهش بیشتر از 2% مواجه کرد. هرچند که تصویب طرح افزایش سقف بدهی‌ها در آمریکا این کشور را از یک بحران اقتصادی دیگر موقتاً نجات داده، اما کارشناسان اقتصادی چندان به رشد اقتصادی قدرتمندترین کشور جهان امیدوار نیستند. این عده بر این باورند که توافق 1.5 تریلیون دلاری بر سر بدهی‌ها مرهمی است موقتی بر اقتصاد ایالات متحده و هنوز طرح باثبات و نیرومندی برای نجات اقتصاد آمریکا، این بدهکارترین کشور جهان، وجود ندارد.